بدهی که شرکت‌های بیمه مثل بیمه سلامت و تأمین اجتماعی به نهادها و ارگان‌های مختلف مثل وزارت بهداشت یا داروخانه‌های خصوصی و دولتی داره، یکی دیگه از دلایل مهم در کمبود دارو، هر نوع دارویی توی بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتیه. این فیلمی که الان مشاهده می‌کنین دستی که از داروخانه‌های تهران دارن تهیه می‌کنن، قفس‌های تقریبا خالی داروها، مخصوصا داروهای خارجی، که علت خالی بودن اون هم عدم پرداخت مطالبات داروخونه ها از طرف بیمه های عمده شامل بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح است، که با عدم پرداخت این وجوه ها داروخونه ها نمیتونن به طور بسیار مناسب و در شأن مردم ایران خدمت دارویی بهشون بده. مطالبات ما پرداخت نشده، چیزی در حدود 250 میلیون تومان پول میشه که این پول ها بلوکه شده در حساب های خود بیمه ها و متاسفانه فشارش به مردم میاد، به بخش پزشکی میاد. این گزارشگر گزارش رو میگیرم برای گزارشگر من و تو. بر اساس خبرگزاری ایسنا، 50% جمعیت ایران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و این سازمان سال گذشته از بیمه شدگانش 24000 میلیارد تومان حق بیمه دریافت کرده. ولی این سازمان نه تنها به داروخونه ها بلکه به وزارت بهداشت هم بدهکاره و اونم 4250 میلیارد تومان و از این بدهی فقط 370 میلیارد تومانش رو پس داده. به گفته این خبرگزاری، این سازمان در مورد بدهیاش به بیمارستان‌های وزارت بهداشت خمم به ابرو نمیاره، ولی در مورد بدهیاش به بیمارستان ملکی خودش خیلی خوش حساب عمل میکنه و این نشون میده این سازمان اصلا با کمبود بودجه روبرو نیست. بیشتر این هزینه های این سازمان رو مستمری ها و خدمات درمانی تشکیل میدن، ولی ویدیوهای شما نشون میده که خدمات رسانی این سازمان خیلی ضعیف‌تر از این حرفاست. اول اینکه درصدی رو که از خدمات درمانی بیمه شدگانش پرداخت میکنه خیلی ناچیزه. با سلام، میخواستم درباره وضعیت بیمه تامین اجتماعی با توجه به این فاکتوری که داریم مشاهده میکنین صحبت کنم. همونطوری که در این فیش میبینی، روی داروهای ما بیمه تامین اجتماعی 3300 تومان تخفیف داده، ولی خدمات دارویی که همون نسخه خونی باشه 4000 تومانه. یعنی اگه ما بدون اینکه دفترچه داشته باشیم دارو رو بدون اینکه توی نسخه نوشته باشه ببریم داروخانه، حدود 600 تومان به نفع ما. و تازه هر بیمارستان و داروخونه ای تحت پوشش این سازمان نیست. یعنی شما ممکنه در کل استان یه بیمارستان داشته باشین که توش این دفترچه کارتون رو راه بندازه. با سلام، مشاهده میکنید بیمه دفترچه سلامت روستاییان عشایر که واسه مردم گذاشتم که میری بیمارستان ها و میگن این بیمه اینجا هیچ گونه تعلقی به این بیمارستان ها نداره. تو کل استان مثلا اینجا بیمارستان گذاشتم واسه یه دفترچه عشایر باشه یا روستایی باشه یا سلامت. و اما این سوال به ذهن میرسه که چرا باید این اتفاق بیفته؟ برای تأخیر پرداخت بدهی بیمه ها چندین فرضیه وجود داره که یکیش مربوط میشه به اقدامی که دولت در سال 93 انجام داد و بیمه سلامت رو متعهد کرد تا افرادی رو که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستن و یا خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی رو بیمه کنه. یعنی کلاً افراد بی بضاعت باید بیمه درمانی همگانی میشدن که دولت تعداد این افراد رو 5 میلیون نفر پیش بینی کرده بود. اما مثل اینکه چون هیچ استعلامی از نهادهای حمایتی انجام نشده بود، تعداد این افرادی که به نظر 5 میلیون نفر پیش بینی شده بودن به 10 میلیون و 700 هزار نفر افزایش پیدا کردن و حق بیمه این افراد سالی 4100 میلیارد تومان پیش بینی شده و گویا حالا هزینه های این افراد انقدر بالا رفته که منابع این بیمه پاسخگوی این میزان هزینه نیست. برای همین برای این کاری که به نظر بدون برنامه‌ریزی انجام شده دو تا راه حل پیشنهاد کردن. یکی اینکه تعداد این افراد دوباره برگره به 5 میلیون نفر، یعنی اون 5 میلیون و 700 هزار نفر دیگه حذف بشن و یا به منابع این بیمه برای این 5 میلیون و 700 هزار نفر دیگه اضافه بشه. یکی از ادعاهای وزارت بهداشت علیه سازمان تامین اجتماعی در بد حساب بودنش اینه که حق درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی در محل خودش هزینه نمیشه، در صورتی که باید 9/27 از حق بیمه در حوزه درمان هزینه بشه. برای روشن‌تر شدن این موضوع میخوام با سازمان تامین اجتماعی تماس بگیرم تا ببینم قضیه از چه قراره. چرا این سازمان اینقدر بدهکاری داره؟ سلام آقا، من میتونم با سخنگوی سازمان صحبت کنم، کسی که جواب خبرنگارا رو میده؟ خب شما باید با اداره درمان ما صحبت کنید. اوکی، من میتونم شماره‌شون رو داشته باشم؟
بیام فکر نکنم مربوط باشه. حالا گوشش هم نزده. مرسی. ببخشید. 26-37 درمان غیر مستقیم. هر دو صبح امید خدا. میشه کسی دیگه ای باشه که من تماس بگیرم به غیر از درمان غیر مستقیم؟ طبقه دهم هم والا اگه بودن 100% برمی‌داشتن. کسی دیگه ای نیست که اونجا پاسخگو باشه؟ تماسی با من تماس بگیره. من تماس نگرفته. شما الان دارید با من تماس میگیرید. خب پس روز اجازه بدید ما با مدیر صحبت بکنم چون ایشون باید دستور بدن. من یک ساعت دیگه زنگ بزنم. شما جواب از آقای اون مدیر دارین؟ اومده باشن بله. اگه ممکنه دوباره تماس بگیرین. ببین خانم شما اگر مصاحبه بخواید باید درخواست کتبی به ما بدید. همونجور که دیدین توی اینجور مواقع پیدا کردن یه شخص پاسخگو خیلی سخته. کسی که از دادن اطلاعات سر باز نزنه. ولی بدون پاسخ مستقیم این سازمان هم میشه حد زد که مشکل سازمان دولتی که مستقیما خدماتش مردم رو تحت شعاع قرار میده از کجا نشأت میگیره. دولت باید کلی سرمایه در بودجه سالیانه ما بپردازیم تا سازمان تامین اجتماعی رو سر پا نگه داریم. چرا؟ برای اینکه از بس بهش تکلیف دادیم دولت جز بدهکارترین در واقع دولت ها در طول تاریخ در طول 10 سال گذشته است به سازمان تامین اجتماعی. دولت قصد داره برای بازپرداخت بدهی هاش از سرمایه هایی که در دست داره مثل بنادر و مناطق آزاد استفاده کنه. ولی اگه موفق نشه میزان این بدهی ها تا سال 1400 به 2,800,000,000,000,000 ریال افزایش پیدا میکنه و دولتی که توی خیلی از کاستی هاش نبود بودجه رو معرفی میکنه به عنوان مشکل، فکر میکنین چقدر از سرمایه هاشو باید بابت این بدهی ها پرداخت کنه؟